در عشق تو من تو هم، تو من باش. یک پیرهن است، گو دو تن باش. جانا همه آن تو شدم من، من آن تو هم، تو آن من باش. یک رمز مگو لیک چون گل، میخند خوشو همه دهن باش. گر گویندت که کافری چیست، گو عاشق زلف پرشکن باش. ور گویندت که چیست ایمان، گو روی ببین و نعره زن باش. ور کشتن تو دهند فتوا، در کشتن خود به تاختن باش. عطار چی باید بگی؟ حل کرده دیگه مشکل اختلاف بین مذاهب. چه اختلافی میتونه بین بشر وجود داشته باشه؟ هر کدام اعتقاد چیزی دارن، آیینی دارن، اما همه در یک جهت. این جویبارها همه به یک دریا میرسند. مشکل را حل کردن ما گوش نکردیم. تو این هفته‌های اخیر شخصیتی که چند نوبت نامش به میان آمد، حتی فرزندی سعی کرد به شکلی خودش رو تبرئه کنه و بگه که من هیچ نسبتی از نظر فکری با پدرم ندارم، سفیر سابق ایران در کویت، یعنی آقای جنتی. ببینید یک پدر باید چقدر در مسیر وقاحت پیش بره که فرزندش سعی بکنه که به شکلی به مردم تفهیم بکنه که آقا هیچ رابطه بین من و اون نیست، ما در دو سیاره زندگی میکنیم، او یک دستگاه فکری داره که اصلا با من در نسبیت نیست. خیلی کمتر دیدم فرزندانی از پدر اظهار براءت کنند یا اظهار دوری و بیزاری. دیگه سریع‌تر از این نمیشد از طرز فکر یک پدر اظهار بیداری، به اصطلاح اظهار بیزاری کرد. زیاد شنیدیم راجع به فرزندان برخی از مراجع خیلی مهم در ایران. همین چند روز پیش آقای دکتر نوری‌زاده آمده بود به لس‌آنجلس، گزارشی داشت درباره فرزندان پاره از ارکان این مملکت. به تازه همم چهره‌های نمادین مذهبی در این حکومت هستند. فرزندان، رفتار فرزندان اونها و پیشینه و زندگی اونها، معاشرت های اونها و روابط اونها، اعمال اونها، کارهای اونها. حیرت میکنم مگه ممکن این همه فاصله وجود داشته باشه؟ مضاف بر اینکه اینها که این همه خوب صادر میکنن درباره فرزندان مردم، چرا اندکی به حال روز بچه های خودشون نگاه نمی؟ چرا سرشون رو پایین نمیندازن بابت تربیت فرزندانی که امروز خاری در چشم یک جامعه هستن؟ گزارش هم داشتیم درباره رفتار سلوک فرزندان همین شخصیت ها در کجا؟ در ونکوور. میگن دیسکوتیک ها رو و شبکده ها رو آباد کرد. چطور ممکنه دستگاه اطلاعاتی تو مملکت باشه؟ هیچ اطلاعی از مجموعه اعمال اونها نداشته باشه. دیگه مردم در ونکوور که میدونن در اونجا چه خبر، کیا در اونجا حضور دارن، از کجا آمدن، با کدام خانواده نسبت دارن، این خانواده امروز در ایران از چه قدرت و سلطه‌ای برخورداره، اونها چی میگن، بچه های اینجا اینا چه میکنند. یا خانواده همسر آقای ناصر طبسی، پسر آیت الله طبسی، در شمال کالیفرنیا زندگی میکنه، بسیار هم آلامود. خانواده اغلب همه آراسته، من ندیدم کسی از حجاب اسلامی استفاده بکنه. در حالی که میدونیم در همون خراسان زیر نظارت همین خانواده چه تعداد زنهای مردم، دختران خانواده های ایرانی به اتهامات مختلف سربنیز شد
به اتهام فحشا یا لاابالیگری زنانه و از این قبیل چه تعداد رو در تمام این سالها کشتند از بین بردن و چرا اینا نیم نگاهی به اطراف خودشون نمی کنن؟ یه شعر چند مدت پیش براتون خوندم از جامی، البته نمیدونم از عبدالرحمن جامی باشه، بعید میدونم، چون میدونید که در این منطقه جام، تربت جام، خیلی شعرها هستن یا تخلصشون جامیست، اصلا فامیلیشون جامیست. یکی از چهره‌های معروف عرفانی احمد جامی، خیلی داریم شخصیت های خیلی ممتازی که در این خطه به دنیا آمدن، در این خطه پرورش پیدا کردن و واقعا هم شخصیت هایی به نامی بودن. حالا این شعر مال خود مولانا عبدالرحمن جامی است یا یکی دیگه از جامی ها، دقیقا من نمیتونم، این کسی میتونه من راهنمایی کنه، حتما سعی کردم که از یکی از اساتید بپرسم، و هم اطلاع چندانی نداشتم. پدری با پسرش، یک بار خونده بودم اما دیدم رو فیسبوک، دوباره از من درخواست کردن که همین رو بخونم، هم بگم متعلق به کیست. جرس کردم به احتمال زیاد متعلق به عبدالرحمن جام، به احتمال. پدری با پسرش گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف از آن عمر، حیف از آن عمر که ای بی سر و پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت منصب والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. حالا بیرید پدرم رو احضار بیارید چین شد تا ببینه من به کجا رسیدم. مگه نبود که دائما بر سر من فریاد بگیشید که بچه تو آدم نمیشی؟ بیاد ببینی که بچهش امروز به چه جایگاه رفیعی رسیده، چه پست مهمی، چه مقام شامخی پیدا کرد. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت منصب والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدر آمد از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر، نظر افکند سراپای پدر. گفت گفتی که من آدم نشوم، حالیا حشمت و جاهم بنگر. پیر خندید و سری داد تکان، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. واقعا حالا اینجا که جای پدر پسر عوض شده، این روزها پسرها هستند که وقتی به اعمال رفته و پدران خودشون نگاه میکنند، ناچارن سرشون رو پایین بندازند و احساس شرمساری و خجالت کنند. خیلی هستن بر سر رفتار پدران و دوره انقلاب یا بعد از اون، وقتی پدران اونها در مناسب مهم قرار گرفتن، چه بلایی بر سر مردم بود، چه بلایی. و دیدیم که شمار زیادی از این بچه ها ایران رو ترک کردن، گفتند ثروت و منصب و قدرت ارزانی شما. یکی از اونها همین احمد رضایی بود، پسر آقای محسن رضایی که آمده بود به اینجا بود. خب در چند نوبت ما هم اون رو دیدیم و خاطراتش شنیدنی بود، در این حال بسیار عبرت آموز و اسباب تأثیر و تعصب که چرا باید پسری
امروز وقتی به سوابق خانواده خودش، پدر خودش، اطرافیان پدرش نگاه میکنه، سرش باید زیر باشه و احساس شرمندگی بهش دست میده. تا اون جایی که ناچار برای مدتی طولانی در بیرون از میهن زندگی کنه. اصرارهای مادر بود که بالاخره او رو به ایران کشون. خیلی اصرارهای مادر، چون عاشقانه پسرش رو دوست می‌داشت. و متاسفانه پسرم بالاخره در دبی به قتل رسید، کشته شد. و مرحال حرف شمس تبریزی گاه مصداق داره، گاه نه بسیار مصداق داره، می‌بینیم در اطراف خود. مرد چون پیر شود طرح کودکان گیرد. برخی اصلا وقتی سن و سال بالا میرسند تازه احساس کودکی میکنند، بد مستی میکنند، حرفایی میزنند که حتی بچه ها رو به خنده وامیدارند. از بازار موسیقی عبور میکنیم و برمیگردیم کاری با صدای امید به نام لیلا. عزیز امشب ما را شکست تر کرد، این قلب بی صدا را صد سال پیر تر کرد. لیلا کجاست که با عشق یک سایبان ببافتن، یک سفره غنم کن با بوی نان ببافتن. ستاره از یک دیار بودیم، ما اهل یک ولایت از یک تبار بودیم. لیلا کجاست که با اون یک خانمان بسازی، یک قبل یک قبیله با عاشقان بسازی. لیلا از یک تبار بودیم،
کجاست که با اون یک خانمان بسازی، یک قبله یک قبیله با عاشقان بسازی. لیلا کجاست که با عشق یک سایبان به باقا، یک سفره قلم کن با بوی نان به باقا. خب دنبال میکنیم برنامه رو، این نشریه نگاه کنید، این نشریه تایم، نشریه سیاسی مهمیست. خب اغلب چهره شخصیت های برجسته رو روی جلد تایم دیدیم، هر سال هم که شخصیت سال رو انتخاب میکنه، یه نوبت هم که چهره های مقاوم علب رو حقوق بشر رو، و ندای ما هم جز این شخصیت های سال بود، ندا آقا سلطان. یک دوره که دو دوره فکر میکنم عکس رضا شاه روی جلد تایم قرار گرفت، عکس محمد رضا شاه به همینطور شادمان دکتر محمد مصدق، اینا شخصیت‌های ایرانی بودن که روی جلد تایم جا گرفتن به عنوان شخصیت‌هایی که باید بیشتر اونها رو شناخت به خاطر کارهایی که انجام داده بودن یا ظهور اونها که باعث تحول شده بود در عرصه یک جامعه. اما این بار تایم روی جلد اختصاص داده به این موجود نازنین، زمینم که سیاه سیاه سیاه، یعنی میخواد یک خبر ناگوار رو به ما بگه. جا داره که اگر زنبورهای عسل از صحنه زندگی انسان و طبیعت حذف بشن، بشریت عزادار بشه، یعنی اینکه کره زمین باید به سوگ بنشینه، چون این حشره کوچه کارهای شگفت‌انگیزی انجام میده. شناخت ما از زندگی اونها خب به اندازه جزئی بوده، اما حالا تحقیقات گسترده و وسیع بیشتر در دانشگاه هاروارد روی زندگی زنبورها صورت گرفته که اهمیت اونها رو در زندگی انسان نشون میده. این کالیفرنیایی که ما در این زندگی میکنیم، اقتصاد کشاورزی بسیار وابسته است به حضور زنبور عسل. اقتصاد کشاورزی این استان یا این ایالت که به عنوان ایالت طلایی شناخته میشه. آقای دکتر علی حبیبی که موقعی در دانشگاه UCLA بودند و اونجایی که من میدونم در ناسا بودند، در ایرو اسپیس، از دانشمندان ایرو اسپیس، امروز به کار باغداری روی آوردن. در کجا؟ در دشتیست نزدیک پارمبیل که واقعا دشت اعجاز انگیز. وقتی در برابر عظمت و پهنای این دشت سرسبز قرار میگه، این همه داره روی زمین کار میشه، کشاورز ها، باغدار ها، ملاکین ما، حیرت میکنی. شما از اینها ایرانی ها، ایرانی ها خیلی به اون سمت توجه نشون داده، خیلی بودن، پزشک بودن، دکتر بودن، وکیل بودن، و امروز رفتن وارد این زمینه از کار شدند. البته ورود به کار باغداری و کشاورزی به تجربه احتیاج داره و خیلی از اینها رفتن کارشناس استخدام کرد. نکته جالبی که میخواستم به تو میگم در برای همسان بورها اینه که اینا آمدن، شماری از هموطنان ما آمدن در زمین‌های بسیار وسیع و گسترده بادام کاشتن، پسته کاشتن و از این قبیل. من اصلا خبر نداشتم. یکی از علاوه بر اینکه چاه زدن، چاهای عمیق زدن، پژوهش هم مثلا حدود 500 600 هزار دلار هر چاه برای آبیاری، باید اینا هر سال برای گردافشانی زنبورهای عسل رو استخدام بکنن. من ساعتی از شما تماس میگیریم، میان بررسی میکنن و زنبور عسل رو مأمور میکنن که بیاد کار گردافشانی رو در این منطقه انجام در باغهای شما. هر بار 50,000 دلار، یعنی کاری که زنبورهای عسل در گردافشانی تو منطقه انجام میدن، جبونش البته تو جیب اونها نمیره، تو جیب
مؤسساتی بیره که این کار رو میکنن 50,000 دلار تازه برای یک باقای محدود. بکنید کاری که زنبور اصل انجام میده چقدر اهمیت، برای اینکه بدونید که زنبور اصل تا چه حد در زندگی انسان مؤثره و چرا نشید دیگه تایم به جای پرداختن به یک چهره سیاسی، یکی از مهمترین موجودات کره زمین رو روی جلد قرار داره، تو اهمیت رو به ما نشون بده. اهمیت کمتر از سیاست نیست، خیلی چهره مهمی است در حفظ بقای انسان. اگر نباشه چیزی به نام سیب وجود نداره، میوه به نام سیب. اگر نباشه میوه به نام بادام وجود نداره در اینجا. تولید بادام و سیب مثلا 100% بستگی داره به گردافشانی زنبور اصل نه حضور داشته باشن، یا گیلاس آووکادو، من نمیدونستم، پیاز خیار، هندوانه و ده ها محصول دیگه. حضور اینها باعث میشه که این درخت ها بارور بشن، میوه بدن، ما میوه هاش رو بخوریم و میوه هاش صادر بکنیم. کالیفرنیا صادر میکنه، درآمد های هنگفت از این راه به دست میاره. حضور این زنبورها باعث رفاه بیشتر در کل منطقه کالیفرنیا است، یکی از ثروتمندترین مناطق جهانه. برای اینکه به اهمیت کار زنبور عسل پی ببرید، میدونید که 20,000 نوع زنبور داریم ما. یه نوعش هست که این زنبور عسل علاقمند به زندگی اجتماعی، دوست داره به هم زندگی بکنه، کندو درست میکنن، تو اون کندو به هم زندگی میکنن. سه عنصر اصلی در این کندو حضور داره، یکی ملکه است، یکی کارگرانن، یکی زنبور نره. کار زنبور نره اینه که ملکه رو بارور میکنه، بارور تخم، ملکه تخم ریزی میکنه. چی تولید میکنه؟ کارگر. کار کارگر چیه؟ در حد یک متخصص برجسته گیاهی است، گرفته دوره دانشگاهی رو به اتمام رسونده، گیاهان رو میشناسه، صاحب یک تجربه عظیم و عمیقه. میره روی گیاهان ویژه مینشینه، گردافشانی میکنه، برمیگرده و بعد کندو رو شکل میدن، عسل میسازند. برای اینکه بدونید این موجود نازنین چقدر برای انسان زحمت میکشه، کافیست به شما بگم برای تولید 400 گرم عسل، 400 گرم عسل، زنبورها باید 89,000 کیلومتر پرواز کنه. 89,000 کیلومتر برای تولید 400 گرم عسل، یعنی کمتر از نیم کیلو. یعنی باید ده ها بار برن تهران و برگردن لس آنجلس، چندین بار دارن اونجا برگردن تا بتونن 400 گرم عسل تولید کنن که من و شما بشینیم سر میز صبحانه عسل میل کنیم، یا عسل رو بریزیم توی چای صرف کنیم یا توی قهوه، فرق نمی کنه. متاسفانه امروز انسان قدر کره زمین رو نمیدونه. خبر بد اینه که این موجود که این همه خدمت به انسان کرد، چیزی رو تولید، محصولی رو تولید میکنه همیانانم که استثنائیه. یعنی شما اگر عسلی امروز در قارهای باستانی به دست آوردید متعلق به 10,000 سال پیش راحت بخورید، فاسد نمیشه. چرا؟ چون زنبور عسل وقتی محصولش تولید میکنه بهش یه چیز اضافه میکنه، اونم رادیواکتیوه. رادیواکتیو مثل یک پوشش عمل میکنه، اجازه فساد به زنبور عسل نمیده. نشریه تایم هشدار داده به بشریت که این زنبور در حال انقراضه، روز به روز از تعدادش داره کمتر میشه، اونم به خاطر روش های غلط در کشاورزی، اونم به خاطر به اصطلاح
به کارگیری برخی محصولات شیمیایی که باعث مرگ و میر زنبور عسل میشه، یا محیط رو برو تنگ میکنه. یادون باشه زنبور عسل در همه جا حضور داره، در تمام کره زمین جز قطب جنوب، همه جا هست. یعنی در همه جا در خدمت انسان و انسانیته، در خدمت طبیعته، در خدمت باروری طبیعته. با این جسه کوچکش ما زندگی او چه میدونستیم؟ هیچ. بکنی در هر کندو بین 20 تا 30 هزار زنبور زندگی میکنه، در هر کندوی زنبوری هستن 20 تا 30 هزار. اینا بام تا شام زحمت میکشن، کار میکنن برای که من شما گرسنه نمون. و شما نگاه کنید ما داریم چه بلایی بر سر طبیعت میاریم در ایران خودم. کن فیکون کردن طبیعت ایران رو. ماشی آدم نو کیسه که به ثروتهای بی حد و حصر رسیدن چه کنن؟ با این ثروت فقط طبیعت رو منهدم میکنن و در این امانت خداوندگاری خیانت میکنن. سابقه نداره در تاریخ ایران این همه خیانت به طبیعت و به مادر طبیعت. چطور میشه عنصری رو بخشید که خودش در رأس دستگاه حکومت یا پست مهمی رو داره یا پست های کلیدی در این مملکت داره، دستور میده جنجر رو منهدم کنن در نزدیکی دریا و در اونجا برای خودش قصر مانند ایجاد بکنه؟ با چی؟ با سنگ مرمری که از ایتالیا آمد. یعنی هیچ تناسبی ما بین چیزی که ساخته میشه و طبیعت اونجا، طبیعت بومی وجود نداره. هیچ تناسبی با بافت محیط بین این بنا و اطراف وجود خارجی نداره. و بعد این تازه دمونای کوچک. گزارش هایی اومده از ایران درباره متاسفانه کارهای بیرویه، این همه بی انصافی در برخورد با طبیعت، با بافتهای طبیعی میهن و سرزمین ما و از بین بردن شرایط زیست محیطی اون مملکت که اسباب تأثیر و تأثیر. امروز خواستم حرف سیاسی شویق بکنم، فکر کردم وقتی نشریه تایم زنبور روی جلد قرار میده با زمینه سیاه هشدار میده جرجر این موجود از بین بره، بشر باید بزنه توی سر خودش، کار تمامه. خیلی از محصولاتی که پدید نمیان، خیلی از محصولات از بین میرن با انقراض زنبور هستن. این تازه نمونه کوچک، یک نمونه کوچک. خوشبختانه امروز با مطالعاتی که داریم میشه مثلا در خود ایالات متحده آمریکا، همونطور که بارها گفتم یه خست این مملکت اینی که هر اثر از چندگاه یک بار خودش رو در برابر آینه نگاه میکنه، نارسایی های خودش رو میبینه به دقت و سعی میکنه که یا اونها رو ترمیم بکنه یا به شکل اونها رو جبران بکنه. در میهن ما اما چی؟ در میهن ما اما چی؟ چی میزان خسارتی که به منابع طبیعی و مملکت وارد شد؟ عهدی چیزی نگفت، عهدی کاری نکرد. فقط شنیدم که اخیراً اقدامات داره صورت میگیره در مورد دریاچه ارومیه. این تنها موردی بوده که ما متوجه شدیم جمعی هستن در اون مملکت که نگران آینده ایران، نگران سرنوشت محیط زیست مملکت و میهن ما. درباره زنبور عسل خیلی حرف هاست. امروز به همین مناسبت فکر کردم که مباحث مربوط به گذشته رو که نیمه تمام هم مونده بود، از جمله در مورد خرید اصل و نسب که در ایران مد شده، یعنی میرن عکسای قدیمی متعلق به خانواده های قدیمی رو میخرند و پوستر میکنن توی خونه ها نصب میکنن تا به مهمانان حالی بکنن که بله ما این شجره نامه ماست. این شخصیت هایی که میبینید عکس ها از چهره های مختلف، اینا پدر بزرگ ها، مادر بزرگ های ما بودن، منصوبین ما بودن، افراد فامیل ما بودن،
خواستم صحبت بکنم، اینا نمیدونن که آقا شخصیت و حیثیت و عزت انسان هیچ وابستگی به پدران و پدر بزرگاش نداره. درسته اونا میتونن نقشی در تربیت داشته باشن، اما انسان قائم به ذات هم هست. خیلی ها هستن که ممکنه بچه ها یتیم حتی مناسب بزرگ اجتماعی و انسانی رسن، امروز مورد تکریمن، همه ما از اونا سپاس گذاریم. یکی از شخصیت هایی که بعد از جنگ دوم جهانی مثلا در آلمان رخ نمود و واقعا به بشریت خدمت شایانی کرد، مخصوصا به دموکراسی، ویلی براند. نمیدونی کسی پدرش کی بود نه مادرش. یک بچه یتیم بی نوا و بی کس ناچار شد در دوره جنگ فرار بکنه، بره به نروژ، بعد برگشت به صدارت عظمای میهن و سرزمینش رسید. خداحافظ شما.